سلام خدمت شما دوستان عزیز امیر حسین هستم از سایت نوغه امیدوارم که حالتون خوب باشه تقریبا داریم به آخراش نزدیک میشیم و این قسمت ویدیو هم خیلی کوتاه هستش در حد 4 5 بیشتر نیست و میخوایم با هم دیگه درباره اینکه اگر یه روزی از سیستم لینوکسمون خسته شدیم و کلا خواستیم پاکش بکنیم و فقط ویندوز رو داشته باشیم چه کاری باید انجام بدیم شدیدا توضیح میکنم قبل از دیدن این ویدیو ویدیویی که مربوط به بایوس هستش رو مطالعه بکنید و قاعدتا باید خب یه لینوکس هم در کنار ویندوز داشته باشید تا این وید... ویدیویی که الان دارید مشاهده میکنید به کارتون بیادش چون ویدیو خیلی کوتاهی هستش فقط در همین رابطه میخوایم صحبت بکنیم که کلا ریست کنیم و برگردیم به همون ویندوزی که بودیم هیچ لینوکسی و سیستم عامل دیگه هم بغل ویندوزمون نباشه به همین سادگی نیست و همینطوری راحت نمیتونیم بریم هاردمون رو پاک بکنیم یه سری نکات داره که توی این ویدیو با هم دیگه میبینیمش حتما سر به سایت نابقا بزنید پکیج های فوقالعاده خوبی داریم و همینطور توی تلگرام هم عضو بشید اگر احیانا احساس میکنید قیمت پکیج ها بالا هستش حتما توی کانال تلگرام عضو بشین چون بعضی وقتا تخفیف های کد تخفیف خوبی میذاریم صحبت دیگه ای نمیمونه بریم با هم برای دیدن این ویدیوی آموزشی. نکته مهمی که باید بهش دقت بکنید اینه که فرض بکنید میخواین اون هارد 500 گیگی که برای لینوکس جدا گذاشته بودیم ایاتون بیاد اون لینوکس میخوایم هارده رو میخوایم کلا هاردر رو کلا پاک کنیم و میخوایم اصلا کلا خسته شدیم از لینوکس دو کار دو سیستم عامله بودن یعنی میخوایم فقط ویندوز داشته باشیم اون هارد 500 گیگ هم به این قسمت برگره برای این کار به راحتی میشه این کار رو انجام داد ولی یک سری مشکلات بعد اینکه کامپیوتر رو ریستارت بکنید واسهتون پیش میاد خب ریستارت پاک کردن اون هارد که مثل آب خوردنه یک نرم بود که اون اوایل بهتون معرفی کردم مینی تول پارتیشن ویزارد بود که اون نرم رو اجرا میکنید بعد اینکه نرم اجرا کردید یه همچین حالتی واسهتون میاد اون همون هارد 500 گیگی است که میبینید 100 تا پارتیشن شده خب روی هر کدومش من تقریبا 3 تا لینوکس نصب کردم یه دونه اوبونتو یه دونه مینت یه دونه هم چی بود دیپین سه تا سیستم عامل روی این 500 گیگ نصب کردم شما میتونید این کار انجام بدید اما به محض اینکه من این سیستم عامل رو کلا بخوام پاک بکنم دلیت آل پارتیشن بزنم این کار انجام میده واسم الان آن الوکیتد شد و روش کلیک میکنم و اه، کوشش آها روی اینجا کلیک میکنم کرییت رو میزنم و میگه یک پارتیشن لیبل بده مثلا میزنم مثلا میزنم نیو و 500 گیگو میخوام کلا ان بزنم و کلا قید اون لینوکس هایی که نصب کردم رو بزنم اینو واسه شما این میگم که ممکنه بعضی وقتا با مشکل کمبود هارد مواجه بشید یا بخواید کلا هاردتون برگرده من اوکی okay اینجا بزنم شروع میکنه به اصلا هیچ کاری انجام نمیده اینا فقط روی رم انجام میشه به محض اینکه اپلایو بزنم کلن الان اگه دقیقه هم کرده باشید من یه دونه هارد دارم که کلن 200 گیگ مال ویندوز اون یه ترا هست اینم که هارد اکسترنالمه الان این هارد اینجا اضافه میشه چون فرمتش فرمت لینوکسی بود اینجا نمایش داده نمیشه اما به محض اینکه من اپلای بزنم شروع میکنه به فرمت کردن این هارد 500 گیگم. و بعد اینکه تموم بشه به من پیغام میده که تموم شد الان من این هارد اینجا دارم که میبینید 500 گیگ اضافه شده یعنی سه تا بود الان شد چهار تا تو اینجا هیچ مشکلی نیست لینوکس ویندوز هم داره کار میکنه ولی الان با هم سیستم رو ریستارت میکنید تا ببینیم چه مشکلی پیش میاد اولین چیزی که شما بعد از ریستارت میبینید همچین صفحه ای هستش به این دلیل که شما از بایوس میخواد سیستم رو دست بوسلودر دست گراب ولی همچین چیزی رو نمیتونه پیدا بکنه در نتیجه با یه همچین چیزی مواجه میشید چون زمانی که اومدی لینوکس نصب کردی سه چارت لینوکس نصب کردی هارد یعنی هارد 500 گیگی که جدا گذاشتی باید خودشو موظف دونسته که بره گراب رو از روی اون هارد 500 گیگیه بخونه و شما اومدی وقتی این هارد 500 گیگی رو پاک کردی دیگه نمیدونه بفهمه که این گرابش کجاست برای همین این همچین چیزی رو میاره میگه من نمیدونم سیستم عاملت کجا هستش در نتیجه شما باید به یه کاری انجام بدید باید برید توی بایوس سیستمتون و توی قسمت بوت حالا میگم هر سیستمی که دارید توی قسمت بوت و توی قسمت فرس بوت آپشن یعنی بوت آپشن اولیتون قسمتی که نوشته ویندوز بوت منیجر رو انتخاب بکنید و سلکتش بکنید از اون لحظه به بعد وقتی کامپیوتر افتح بزنید ری بکنید ویندوز بایوس میفهمه که بعد از اینکه کارش رو انجام داد عملیات پست رو انجام داد سیستم رو به دست ویندوز منیجر ویندوز منیجر هم سیستم ویندوزیمون اون رو سیستم عامل رو بالا بیاره این تنها کار کوچیکی هست که هستش که شما باید بعد از اینکه اون هارد رو پاک کردید انجام بدید اگر همچین چیزی رو شما توی در حین نصب حتی یعنی اصلا سیستم خالی نصب کردید و سیستم خالی که نصب کردی همچین صفحه ای رو باش مواجه شدی بدون که باید بری توی تنظیمات بایوز و بایوز بفهمونی که سیستم عامل رو از روی کدوم هاردت بخونه و تو از اون لحظه به بعد سیستم میفهمی که بعد از روی مثلا درایو سی بالا بیاد و ویندوز رو برات بالا بیاره یه کار کوچولو بود که به حال هم میگم این قسمتی هستش که هیچ وقت بهتون آموزش داده نمیشه ولی ما اینجا گفتیم که میدونم من به این مشکل برمیخورید